سلام بر شما به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید. من فریبا شیرازی امروز هم طبق روال هر هفته با شما خواهم بود با نگاهی بر مهمترین رخدادهای هفته گذشته. با ما همراه باشید. تازه‌ترین گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز که روز چهارشنبه 27 آذر ماه منتشر شد نشان می‌دهد در سال 2013 71 روزنامه‌نگار در جهان به هنگام انجام وظیفه جان خود را از دست دادند. حدود 1/3 این روزنامه‌نگاران در مناطق جنگی از جمله در سوریه کشته شدند. بقیه یا هنگام اطلاع رسانی از عملیات انتحاری یا توسط باندهای جنایتکار و شبه نظامیان اسلامگرا به قتل رسیدند. سوریه، هند، فیلیپین، سومالی و پاکستان 5 کشوری هستند که گزارشگران بدون مرز از آنها به عنوان 5 کشور مرگبار برای روزنامه‌نگاران یاد کرده است. این گزارش درباره وضعیت روزنامه‌نگاران پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور میانه رو در خرداد ماه امسال و با وجود وعده‌های گشایش سیاسی دست کم 12 فعال رسانه‌ای برای حفظ امنیت خود از سرکوب رژیم تهران مجبور به ترک کشور شدند. مایستان بختیاری خبرنگار ما از ترکیه و جزئیات بیشتر. آخرین و تازه‌ترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که یک نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران در سرتاسر جهان هستش، مطابق با سالهای گذشته میپردازه به وضعیت روزنامه‌نگاران در سرتاسر جهان. طبیعتاً بخش عمده‌ای از این گزارش هم مربوط به وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران هستش. به نظر میرسه سازمان گزارشگران بدون مرز همپا با دیگر نهادهای حقوق بشری بسیار تمایل داره کنکاش بکنه وضعیت حقوق بشر رو در ایران، به ویژه پس از روی کار اومدن دولت آقای حسن روحانی که متاسفانه ما میبینیم که در این گزارش چندان چشم‌انداز امیدبخشی در این زمینه ارائه نشده. از جمله یک بار دیگه مطابق با سال گذشته از ایران در کنار 4 کشور دیگه به عنوان بزرگترین زندان برای روزنامه‌نگاران یاد میشه. بسیاری از نهادهای حقوق بشری در خارج از کشور امید داشتن که با روی کار آمدن دولت جدید در ایران مطابق با وعده‌های خود آقای حسن روحانی دست کم وضعیت امنیتی به وجود اومده از سال 88 تا حدودی تعدیل پیدا بکنه، اما در همین گزارش هم می‌بینیم که سازمان گزارشگران بدون مرز اشاره می‌کنه و به نوعی این انتظار برآورده نشده رو بهش اشاره می‌کنه که پیش از روی کار اومدن دولت آقای حسن روحانی 71 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی بودن. انتظار می‌رفت دست کم بخش عمده‌ای از اونها با تغییر دولت و وعده‌هایی که آقای روحانی داده بود آزاد بشن، اما متأسفانه اتفاق نمی‌افتاد. همینطور اشاره شده، جالب هست که در این گزارش اخیر در واقع اشاره میکنه که 76 روزنامه نگار در ایران در سال 2013 دستگیر شدن که متاسفانه 42 نفر اونها در دوره آقای حسن روحانی بوده. به وضعیت رسانه ها در ایران پرداخته شده، از جمله توقیف شدن 12 روزنامه و رسانه در ایران و همینطور محکومیت فعالین حوزه رسانه و روزنامه نگاران که با محکومیت های 1 سال تا 9 سال روبرو شدن. اگرچه در این گزارش قید میکنه که از تعداد 45 روزنامه نگاری که سال گذشته در زندان بودن امسال شاهد کاهش هستیم در این زمینه و به 35 نفر این تعداد رسیدن، اما به هر حال این نمیتونه مرتبط باشه با بهبود وضعیت، چرا که میدونیم بخش عمده از این افراد آزاد شده در واقع دوران محکومیت خودشون رو سپری کرده بودن. همونطوری گفتیم سازمان گزارشگران بدون مرز در این گزارش به وضعیت روزنامه‌نگاران در دیگر کشورها هم پرداخته، از جمله سوریه. متاسفانه عنوان شده که در سال گذشته 71 خبرنگار و روزنامه‌نگار در سراسر جهان کشته شدند. در این گزارش یک نکته هم هستش، یک آماری رو در واقع ارائه میده و کاهش 20% رو بهش اشاره میکنه از کشته شدن روزنامه‌نگاران در سراسر جهان، اما این کاهش نسبی رو در واقع مبنای خوشبینی سازمان گزارشگران بدون مرز قرار نمیگیره، چرا که بلافاصله اعلام میکنه این وضعیت نه به دلیل بهبود وضعیت حقوق بشر هستش، بلکه به دلیل افزایش فضای امنیتی بیشتر، فضای رعب و وحشت و محدود شدن کار روزنامه‌نگاران هستش. همینطور از کشور سوریه، هند، پاکستان، فیلیپین و سومالی به عنوان 5 کشور بزرگ و مرگبار برای روزنامه‌نگاران یاد میشه. مضاف بر این که چین، ایران، ترکیه،
اریتره و سوریه هم همونطور که گفتیم از اونها به عنوان 5 زندان بزرگ برای روزنامه‌نگاران یاد شد. در کل سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش خودش رو به این صورت خاتمه میده که سال 2013 در جهان برای روزنامه‌نگاران بدترین وضعیت رو داشته بعد از سال 2012. همینطور اشاره بکنیم به قطعنامه اخیر که در روز چهارشنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 86 رأی مثبت به تصویب رسوند و نقض حقوق بشر رو در ایران محکوم کرد. باز هم می‌بینیم که قطعنامه سازمان ملل هم مطابق با دیگر نهادهای حقوق بشری بسیار تمایل داره وضعیت حقوق بشر رو در دوره آقای روحانی بررسی بکنه. مشخصاً به دولت آقای روحانی هم هشدار میده که به وعده‌های انتخاباتی خودش در این زمینه جامعه عمل بپوشونه. هرچند مرور می‌کنه تلاش‌های آقای روحانی رو در این زمینه، اما اون رو کافی نمی‌دونه و در واقع خواستار عملی شدن این وعده‌ها هستش. آقای احمد شهید هم می‌دونه، دو ماه پیش بود که مشخصاً گزارش خودش رو به بررسی وضعیت حقوق بشر در دوره آقای روحانی پرداخته بود بهش که به خصوص ابراز نگران کرده بود از افزایش تعداد اعدام‌ها. متاسفانه در کنار این گزارش‌ها و همینطور قطعنامه‌ها ما چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای از همکاری از سوی جمهوری اسلامی تا به الان شاهد نبودیم. از جمله همین قطعنامه اخیر سازمان ملل رو در واکنش جمهوری اسلامی ایران نوعی سیاه نمایی میدونه و در حالی خانم مرضیه افهم سخنگوی وزارت امور خارجه در واقع وضعیت حقوق بشر رو یک ابزار سیاسی در مقابل ایران میدونه که ما میبینیم در ایران وضعیت بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی وضعیت وخیمی هستش، از جمله آقای ابوالفضل عابدینی، برادران کردپور، آقای رونقی، همینطور آقای دولتی که حتی از ابتدایی ترین حقوق خودشون یعنی خدمات درمانی در زندان هم محروم بودن. در کل میتونیم بگیم تمامی این گزارش‌ها و این قطعنامه‌ها تا به الان دست کم چشم‌انداز روشن و امیدبخشی از وضعیت حقوق بشر در ایران رو ارائه ندادن. پنجشنبه گذشته جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد اگر کنگره تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران به تصویب برساند، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آن را وتو خواهد کرد. این هشدار کاخ سفید در حالی است که 26 سناتور آمریکایی علی‌رغم درخواست‌های مکرر مقام‌های دولتی آمریکا اعلام کردند طرح تازه‌ای را برای افزایش تحریم‌های ایران آماده کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها جی کارنی سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که دولت بارها به کنگره گفته است که مقطع کنونی وقت مناسبی برای تحریم‌های جدید نیست. اظهارات سخنگوی کاخ سفید در حالی است که روز پنجشنبه 26 سناتور آمریکایی طرحی را برای افزایش تحریم‌های ایران پیشنهاد دادند. مبتکران این طرح سناتور دموکرات رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا، سناتور دموکرات چاک شومر و سناتور جمهوری‌خواه مارک ریک هستند. این طرح در حالی پیشنهاد شده که کمیته بانکی آمریکا از به رأی گذاشتن طرح دیگری که برای تحریم‌های ایران در نظر گرفته شده بود خودداری کرد. سناتور منندز که به شدت از گفتگوهای هسته‌ای با ایران انتقاد کرده و خواستار برچیده شدن برنامه اتمی ایران است، در بیانیه‌ای با اعلام تنظیم این طرح گفت تحریم‌های کنونی ایران را به میز مذاکره کشاند و یک تهدید جدی در مورد تحریم‌های ایران را ملزم به همکاری کرد. هنوز مشخص نشده که این سناتورها چه هنگام می‌خواهند این طرح را در صحن سنا به رأی بگذارند و به خاطر تعطیلات احتمالاً این رأی‌گیری در سال 2013 میسر نخواهد شد. در همین حال هری رید رهبر دموکرات‌ها در سنا تلویحاً گفت که وی با رأی گذاشتن این طرح در ماه ژانویه مخالف است. واشنگتن پست هم از قول یک مقام ارشد کاخ سفید نوشته است که تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران احتمال وقوع جنگ را تقویت می‌کند. دولت باراک اوباما در هفته اخیر به دفعات از کنگره خواسته بود که از تحریم‌های جدید علیه ایران خودداری کند. احتمال تصویب طرح جدید توسط کنگره در حالی مطرح می‌شود که محمد رضا باهنر از نمایندگان برجسته محافظه‌کار مجلس گفته است ممکن است مجلس دولت را به رساندن غنی‌سازی اورانیوم به سطح 60% ملزم کند. غنی‌سازی اورانیوم یکی از مسائل کنونی مورد اختلاف بوده و مطابق توافق ژنو ایران اورانیوم غنی شده خود در سطح 20% را خنثا می کند و حجم اورانیوم غنی شده 5% را هم محدود نگاه می دارد. در همین حال ایران و کشورهای 5 به علاوه یک مذاکرات خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را در سطح کارشناسی از سر گرفتند. گفتگوهای ایران و قدرت‌های جهان درباره این روند اجرایی پس از قرار گرفتن 19 شرکت جدید در فهرست تحریم‌های آمریکا متوقف شده بود.
یکی از دیپلمات‌های غربی به رویترز گفته است که به رغم توافق کلی در ژنو، رسیدن به توافق با ایران بر سر روند اجرایی ممکن است بسیار دشوار باشد. دولت باراک اوباما در هفته‌های اخیر به دفعات از کنگره خواسته است که از تحریم‌های جدید علیه ایران خودداری کند. در ایران نیز برخی از محافظه‌کاران از محتوای توافق دستگاه دیپلماسی حسن روحانی با قدرت‌های جهانی ابراز نگرانی می‌کنند. در همین رابطه روز گذشته علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با 6 نفر از مراجع تقلید شیعه دیدار و به آنها درباره مذاکرات هسته‌ای اطمینان خاطر داد. ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم در این دیدار با انتقاد از غرب به آقای صالحی گفت غربی‌ها شیطان غریبی هستند و مباحثی که دنیای غرب درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران مطرح می‌کند تنها توهم و خیال است. وزیر خارجه فرانسه گفته است نمیتوان به چشم‌پوشی قطعی جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح اتمی مطمئن بود. همزمان بر اساس یک نظرسنجی تازه که توسط شبکه آمریکایی فاکس نیوز در این کشور انجام شده است، اکثریت بزرگ از رای دهندگان آمریکایی بر این عقیدند که در مسئله تسلیحات اتمی به جمهوری اسلامی نمیتوان اعتماد کرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در گفتگوی با نشریه وال استریت ژورنال افزود اطمینانی وجود ندارد که ایران واقعا آماده باشد برای همیشه از فناوری‌هایی که ساخت بمب اتمی را ممکن می‌کند چشم بپوشد. فابیوس خاطر نشان کرد مسئله کنونی این است که توافقنامه موقت که در پایان ماه نوامبر در ژنو به امضا رسید به گونه ای صادقانه به اجرا درآید. بر اساس موافقتنامه ژنو که برای یک دوره 6 ماه تنظیم شده، ایران فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را محدود می‌کند و کشورهای 5 به علاوه 1 در مقابل متحد شدند که تحریم جدیدی علیه این کشور اعمال نکنند. وزیر خارجه فرانسه می‌گوید نگرانی اصلی گام بعدی است، زیرا این احتمال وجود دارد که ایران به جای کنار گذاشتن برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود، تنها فعالیت در این زمینه را به حالت تعلیق درآورد. فابیوس گفت در گام بعدی باید اطمینان یافت که تهران هر گونه امکانات فنی با قابلیت استفاده در ساخت بمب اتمی را به شکل برگشت ناپذیری کنار گذاشته است. او می‌افزاید فرمول بندی نهایی برای این بخش باید شفاف و صریح باشد. در توافقنامه ژنو ایران متعهد شده غنی‌سازی بیش از 5% را متوقف کند. نیمی از اورانیوم 20% غنی شده را به میله سوخت برای نیروگاه تحقیقاتی تهران اختصاص دهد و غنای نیم دیگر را تا حدود 5% پایین آورد. در رویدادی دیگر و بر اساس یک نظرسنجی تازه که توسط شبکه آمریکایی فاکس نیوز در این کشور انجام شده، اکثریت بزرگی از رای دهندگان آمریکایی بر این عقیدند که در مسئله تسلیحات اتمی به جمهوری اسلامی نمیتوان اعتماد کرد. نتایج این نظرسنجی همچنین حاکی از آن است که بیش از 2/3 مردم آمریکا عقیده دارند باراک اوباما رئیس جمهور این کشور به اندازه کافی به ایران سخت نگرفته است. به گزارش شبکه خبری فاکس، 84% از رای دهندگان آمریکایی که در این نظرسنجی شرکت کردند میگویند در مسئله تسلیحات اتمی که سالها محل مناقشه بوده نمیتوان به جمهوری اسلامی اعتماد کرد. نتایج این نظرسنجی زمانی منتشر شده که مذاکرات میان ایران و 6 قدرت جهانی موسوم به گروه 5 به علاوه 1 بر سر اجرای توافقنامه ژنو که هفته اول ماه جاری متوقف شده بود از سر گرفته شد. بر اساس توافقنامه ژنو که پس از ساعت‌ها گفتگو و چانه‌زنی میان مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی از یک سو و مذاکره کنندگان قدرت‌های غربی از سوی دیگر منعقد شد، ایران موافقت کرد که بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را برای 6 ماه به حالت تعلیق درآورد. قدرت‌های جهانی و در رأس آن ایالات متحده در مقابل تعهد کردند که بخشی از تحریم‌های ایران را ملغا کرده و در این مهلت 6 ماهه از تصویب تحریم‌های تازه خودداری کنند. با این حال بر اساس نتیجه نظرسنجی فاکس نیوز، 68% از مردم آمریکا عقیده دارند که باراک اوباما به اندازه کافی به ایران سخت نگرفته است. این رقم در برابر تنها 5% از مردم آمریکا قرار می‌گیرد که معتقدند آقای اوباما زیاد از حد ایران را تحت فشار گذاشته است. همچنین 30% از رای دهندگان آمریکایی توافقنامه‌ای را که در ژنو بین طرفین مذاکره اتمی به سرانجام رسید تایید نمی‌کند. در مقابل تنها 16% از آمریکایی‌ها با این توافقنامه مشکلی ندارند. هفته گذشته رئیس قوه قضاییه برای چندمین بار در هفته‌های اخیر از مجازات اعدام در ایران دفاع کرد.
صادق لاریجانی چندی پیش نیز در سخنانی به شدت از اعدام دفاع کرده بود و گفته بود مخالفت با اعدام در واقع مخالفت با حکم اسلام است. همزمان محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز با انتقاد از احمد شهید وی را دست نشانده ای خواند که با تروریست ها در ارتباط است. در همین راستا مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران در دیدار با رئیس هیئت پارلمان اروپا گفته است غرب در حالی بر ایران فشار وارد می کند که کشورهای دیگری در خاورمیانه که کوچکترین بویی از دموکراسی نبردند از بهترین روابط سیاسی و اقتصادی با غرب برخوردارند. وی افزوده است جمهوری اسلامی بهترین همکاری را با شورای حقوق بشر سازمان ملل داشته است. لاریجانی با این حال احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را فاقد وجاهت اخلاقی، فنی و قانونی برای این کار عنوان کرده است. وی گفته آقای شهید بی‌طرف نیست، از متدولوژی و روش مناسبی برای کارش برخوردار نبوده و با تروریست ها در ارتباط است. لاریجانی افزوده گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران برای جمهوری اسلامی پرونده سازی می کند و هیچ احترامی برای نظام دموکراتیک مبتنی بر عقلانیت اسلامی قائل نیست. وی همچنین مدعی شده احمد شهید در برخی امور فتوا هم صادر کرده و مثلا میگوید اگر کسی خواست با همجنس خودش هم ازدواج کند اشکالی ندارد. مقام های جمهوری اسلامی از گزارش های احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت خشمگین هستند و محتوای بسیاری از آنها را قبول ندارند. آنها در این حال بارها به درخواست احمد شهید مبنی بر سفر به ایران و بررسی عینی و میدانی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی مخالفت کردند. در همین زمینه آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز برای چندمین بار طی هفته اخیر از مجازات اعدام در ایران دفاع کرد. وی گفت مخالفت با اعدام در واقع مخالفت با حکم اسلام است، زیرا قصاص نص قرآن کریم است. دفاع چند باره رئیس قوه قضاییه از مجازات اعدام در شرایطی است که در روزهای اخیر گروهی از چهره‌های سرشناس منتقد حکومت ایران با انتشار فراخوانی خواهان تلاش برای محدودیت و لغو گام به گام اعدام در ایران شدند. بنیانگذاران حرکت لغو گام به گام اعدام به ویژه می‌خواهند مجازات اعدام برای کسانی که پیش از سن قانونی مرتکب قتل شدند لغو شود و همچنین مجازات هایی نظیر قطع دست و پا لغو شوند. بابک احمدی، سیمین بهبهانی، علیرضا جباری، فریبرز رئیس دانا، پروین فهیمی، اسماعیل مفتیزاده، محمد ملکی و محمد نوریزاد این فراخوان را امضا کردند و خواهان آن شدند که آموزش و سیاست های تربیتی جایگزین مجازات اعدام شود. در همین راستا مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد، اما در این حال از قولهایی که رئیس جمهور ایران در خصوص بهبود شرایط در برخی زمینه‌های حقوق بشری داده است استقبال کرد. در این قطعنامه همچنین از طرح حسن روحانی برای اجرای منشور حقوق مدنی استقبال و از ایران خواسته شده است تا گام‌های ملموسی در جهت اجرایی شدن فوری این تعهدات بردارد. متن پیشنویس این قطعنامه 28 آبان ماه در کمیته سوم مجمع عمومی به تصویب رسیده بود. این قطعنامه پیامدهای قانونی ندارد، اما به گفته رویترز فشار بین المللی بر ایران را افزایش داده و انزوای بیشتر جمهوری اسلامی را به دنبال خواهد داشت. پیش از تصویب این قطعنامه نماینده ایران در مجمع عمومی سازمان ملل این قطعنامه را غیر سازنده دانست و گفت قطعنامه مزبور بیانگر واقعیات ایران نیست. آبان ماه سال جاری احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به کمیته سوم این سازمان گفته بود که سابقه حقوق بشری ایران نباید به خاطر قولهایی که حسن روحانی به غرب داده است نادیده گرفته شود. او آن زمان از اعدام 724 تن در ایران در عرض 18 ماه انتقاد و تاکید کرد که ده ها تن از این افراد پس از انتخاب شدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور اعدام شدند. ایران بالاترین نرخ سرانه مجازات اعدام در جهان را دارد
و بر اساس گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر فقط در سال 2013 بیش از 402 نفر در ایران اعدام شدند که 53 مورد از این اعدام ها در ملأ عام صورت گرفته است. مذاکرات کارشناسی میان ایران و گروه 5 به علاوه یک هفته گذشته پس از 4 روز متوقف شد، از روز پنج شنبه 28 آذر ماه در ژنو اثر گرفته شد. مذاکرات کارشناسی ایران و قدرت‌های جهانی پنج شنبه گذشته پس از آن متوقف شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا نام 18 فرد و شرکت را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در همین حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید که اضافه شدن چند فرد و شرکت به فهرست تحریم‌های آمریکا به معنای نقض تفاهم ژنو نیست، اما اعتماد را خدشه‌دار می‌کند. یک مقام مسئول به خبرگزاری ایسنا گفت که برگزاری مذاکرات کارشناسی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 قبل از کریسمس خواهد بود. وی با اعلام این خبر به ایسنا گفت با توجه به تعطیلات پایان سال میلادی به احتمال قوی مذاکرات کارشناسی ایران و 5 به علاوه 1 قبل از کریسمس برگزار می شود. در همین راستا سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار با کاترین اشتون در بروکسل گفت توافق شد مذاکرات کارشناسی به زودی از سر گرفته شود. به گزارش خبرگزاری فارس، سید عباس عراقچی با بیان اینکه در دیدار با خانم اشتون از مواضع آمریکا انتقاد شدیدی صورت گرفت، خاطرنشان کرد که خانم اشتون اطمینان داد که 5 به علاوه 1 مصمم به اجرای توافق ژنو و پایبند به تعهداتش میباشد. وی افزود در دیدار با اشتون ضمن انتقاد از مواضع غیرسازنده غرب و به ویژه مقامات آمریکایی تاکید کردیم که اگر مذاکرات بخواهد ادامه یابد باید از برخی زیادخواهی‌ها و اقدامات تحریک کننده اجتناب شود. مذاکرات کارشناسی ایران و 5 به علاوه 1 هفته گذشته از 17 آذر ماه به مدت 4 روز در وین برگزار شد. اما با توجه به اقدام آمریکا در اعمال برخی تحریم‌ها علیه ایران، این مذاکرات متوقف و هیئت ایرانی به تهران بازگشت. در همین حال، سخنگوی مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت تعیین روز اجرای اقدام مشترک ایران و 5 به علاوه 1 منوط به توافق طرفین در مذاکرات فنی است و بازه زمانی 6 ماهه توافق ژنو از روزی آغاز می‌شود که این توافق اجرایی شود. مایکل مان این اظهارات لحظاتی پس از دیدار عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران با کاترین اشتون مسئول امور سیاست خارجی اروپا و هلگا اشمیت معاون وی بیان کرد. و در رویدادی دیگر نیز علی اکبر ولایتی اعلام کرد سیاست ایران ادامه مذاکرات هسته‌ای است. علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله خامنه‌ای با اشاره به مذاکرات اتمی و توافقنامه ژنو گفت آنچه مربوط به سیاست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مذاکرات می شود ادامه مذاکره و پایبندی به آن چیزی است که توافق کرده است. ولایتی با بیان اینکه شرایط برای رسیدن به توافق هسته‌ای فراهم است گفت در حقیقت این آمریکا است که بیشتر از ایران نیاز دارد درباره موضوع هسته‌ای ایران فکری بکند و چاره‌ای بیندیشد. صحبت‌های آقای ولایتی که 16 سال وزیر امور خارجه ایران بوده و مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین‌المللی است، نوعی حمایت از دیپلماسی خارجی دولت تلقی می‌شود. به عقیده آقای ولایتی، دولت آمریکا ناچار است به توافق ژنو پایبند باشد، چرا که به گفته او، ایالات متحده پس از تجربه شکست خورده عراق، افغانستان، لبنان و سوریه، حتما نمی‌خواهد که وضعیتشان در این منطقه به سمتی برود که به مصلحت آنها نیست. ولایتی همچنین تأکید کرد هیچ چیز نمیتواند مانع استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای در چارچوب قراردادهای بین‌المللی از جمله NPT بشود. چون به گفته وی ایران کار غیرقانونی نمی‌کند و اکثریت کشورهای دنیا از جمله اکثریت 5 به علاوه 1 هم این موضوع را تایید می‌کنند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران میگوید وزیر امور خارجه ایالات متحده وعده داده است که تحریم‌های جدید علیه ایران را جبران کند. اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است این وعده بیانگر عزم قدرت‌های غربی برای گفتگوی دوستانه با ایران است. اشاره آقای هاشمی برای جبران تحریم‌های جدید به چندین شرکت و فرد است که روزهای 20 و 21 آذر از سوی آمریکا در فهرست تحریم‌های ایران قرار گرفت. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز خرسندی از روند تحولات کشور گفت آمریکا به خاطر تحریم‌های جدید وعده جبران داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هاشمی رفسنجانی که به کرمان سفر کرده است، فضای مذاکرات هسته‌ای را به خاطر رویکرد مردم در انتخابات دانست و گفت تغییر رویکرد غرب و آمریکا نسبت به ایران به خاطر هوشیاری مردم است.
هاشمی که خود در مبارزه های انتخاباتی از حسن روحانی حمایت کرده بود گفت: شما مردم به گونه‌ای در انتخابات حاضر شدید و دولتی را آوردید که دنیا را مجبور و متقاعد کرد باید با ایران در فضای برابر مذاکره کند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگر از سخنان خود گفت: دشمنانی که قبل از انتخابات صحبت از جنگ می‌کردند اکنون دم از مذاکره می‌زنند. هاشمی رفسنجانی که در سالهای اخیر بارها نسبت به خطر جنگ و انزوای ایران هشدار داده بود با بیان اینکه در هر جنگ پیروز و شکست خورده وجود دارد گفت: اما اگر روابط در فضای گفتگو شکل بگیرد میتواند به شرایط برد برد برسد که الان در مذاکرات ایران و غرب و آمریکا در جریان است. وی بار دیگر حمایت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از تیم مذاکره کننده هسته‌ای را حائز اهمیت دانست و تأکید کرد این امر باعث شد گروه افراطی داخل کشور به خواستهای خود نرسد. هاشمی به تازگی گفته بود گروه های افراطی داخل ایران و آمریکا تنها راه حل را در جنگ می‌بینند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آمریکا وعده داده که تحریم های اخیر را جبران کند، گفته ای که هیچ یک از مقام های دیگر ایرانی یا آمریکایی آن را بیان نکرده. هاشمی گفت: وقتی وزیر خارجه آمریکا به وزیر خارجه ایران میگوید ما خلف وعده خود را جبران میکنیم و مذاکرات باید ادامه یابد، یعنی عزم قدرت های غربی برای گفتگوهای دوستانه با ایران جدی است. اشاره هاشمی رفسنجانی به چندین شرکت و فرد است که روزهای 20 و 21 آذر از سوی آمریکا در فهرست تحریم های ایران قرار گرفت. افزوده شدن این شرکت‌ها و افراد به فهرست تحریم‌ها گرچه بر پایه قوانین و مقررات پیشین تحریمی علیه ایران بوده، اما ایران با آن واکنش نشان داد و آن را خلاف روح توافق ژنو دانست. وزارت خارجه روسیه هم پس از این تحریم‌ها از آمریکا خواست که روی کردی مسئولانه در قبال ژنو از خود نشان دهند. پس از اعمال این تحریم‌ها بود که وزیر خارجه ایران اعلام کرد با جان کری همتای آمریکایی خود تماس گرفته و مراتب نارضایتی تهران را به اطلاع واشنگتن رسانده است. دولت آمریکا در عین حال که این شرکت‌ها و افراد را به فهرست تحریم‌ها افزوده، از کنگره بارها خواسته است که طرح جدیدی برای افزایش تحریم‌های ایران به تصویب نرساند، چرا که به گفته دولت آمریکا تحریم‌های تازه ناقض توافق ژنو است و فضای مذاکرات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در عین حال می‌تواند نظام تحریم‌ها علیه ایران را خدشه‌دار کند. شورای اتحادیه اروپا هفته گذشته با صدور بیانیه اعلام کرد در صورت تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آماده است بر پایه توافق ژنو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را بلافاصله تعلیق کند. این شورا همچنین خواستار اجرای فوری توافقنامه ژنو شده است. در همین راستا وزیر خارجه ایران هم گفته است جان کری و کاترین اشتون موافق نهایی سازی زودرس مذاکرات ژنو هستند و در رویداد دیگر مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران قرار است روز گذشته عباس عراقچی در بروکسل با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کند. در ادامه اظهار نظرها پیرامون توافقنامه هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1، وزیر خارجه ایران گفت جان کری و کاترین اشتون موافق نهایی سازی زودرس مذاکرات ژنو هستند. محمد جواد ظریف گفته است هفته گذشته با همتایان آمریکایی و روسی خود و همچنین رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا گفتگو کرده و جان کری و کاترین اشتون از تعهد خود به نهایی سازی زودرس روند مذاکرات ژنو سخن گفتند. آقای ظریف که با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مصاحبه می‌کرد افزوده است با نظر آقای کری و خانم اشتون موافق است. ظریف درباره مسئله غنی‌سازی بار دیگر تاکید کرد ایران برنامه خود را هرچند با مقداری محدودیت و شفافیت بیشتر ادامه خواهد داد. وی در این باره گفته است ایران وقت زیادی در این راستا صرف کرده و تلاش زیادی نیز انجام داده و غرب را به این نقطه رسانده تا توهم رساندن غنی‌سازی در ایران به صفر را کنار بگذارد. آقای ظریف در ادامه تاکید کرده است چه دلیلی دارد که در این مورد کوتاه بیاییم. وی در ارتباط با راکتور آب سنگین عراق نیز گفت نمیتوانیم زمان را به 20 سال عقب برگردانیم و از ایران بخواهیم تا بعد از این مقدار سرمایه گذاری مادی و انسانی پروژه را کنار بگذارد. وزیر خارجه ایران گفته است البته برای حصول اطمینان از اینکه این راکتور صرفاً صلح‌آمیز بماند راه‌های مختلفی وجود دارد.
آقای ظریف همچنین تاکید کرده است ما به دنبال سیاست ایجاد ابهام نیستیم و چنین قصدی نداریم. ما دنبال روی سیاست شفاف سازی هستیم و سلاح اتمی هم نمی خواهیم، اما دستور و تحکم را هم قبول نخواهیم کرد. و در خبر دیگر، بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، عباس عراقچی معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه ایران قرار است روز سه‌شنبه در بروکسل با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کند. آقای عراقچی که عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران است، روز یکشنبه به آلمان رفت و با معاون وزیر خارجه آلمان گفتگو کرد. در همین راستا شورای اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد در صورت تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آماده است بر پایه توافق ژنو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را بلافاصله تعلیق کند. این شورا همچنین خواستار اجرای فوری توافقنامه ژنو شده است. این بیانیه تصریح می کند اجرای فوری اقدامات داوطلبانه از سوی همه طرف ها هم اکنون امر کلیدی است. ایران باید تعهدات خود را با حسن نیت به اجرا درآورد. شورای اتحادیه اروپا هم به نوبه خود متعهد است گام های ضروری را بردارد و تحریم های اتحادیه اروپا را که در برنامه اقدام مشترک قید شده بلافاصله پس از تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد اجرای اقدامات اتمی مربوطه از سوی ایران و بر اساس توصیه نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی به حال تعلیق. به دنبال بازداشت ده ها نفر در ترکیه، رجب طیب اردوغان این دستگیری ها را با ابراز سیاسی خواند و نسبت به آن انتقاد کرد. تحلیلگران موج بازداشت های روزهای اخیر در ترکیه را نشانه افزایش درگیری میان حزب حاکم عدالت و توسعه و فتح الله گلن می دانند. آقای گلن از سال 1999 در آمریکا به سر می برد. او در آن زمان متهم به تلاش برای برنامه‌ریزی علیه نظام سکولار ترکیه شده بود. گفته شده که آقای گلن در پلیس و دادگستری ترکیه نفوذ قابل توجهی دارد. نخست وزیر ترکیه ضمن انتقاد شدید از دستگیری 80 نفر از نزدیکان به حزب حاکم به جرم فساد و رشوه مدعی شد که توطئه سیاسی علیه دولت وی در جریان است. به گزارش رویترز به نقل از حریت، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در واکنش به دستگیری بیش از 80 فرد تاجر و بوروکرات که شامل فرزندان 3 تن از وزرای کابینه دولت نیز می شود اعلام کرد عملیاتی کثیف علیه دولت در حال انجام است. وی در جریان یک نشست خبری در آنکارا گفت اینجا شاهد عملیاتی بسیار کثیف هستیم. اردوغان گفته است محافلی در داخل و خارج از کشور می‌خواهند رشد سریع ترکیه را متوقف کنند، اما دولتش اجازه توطئه سیاسی را نخواهد داد. پلیس آنکارا و استانبول از صبح روز سه‌شنبه عملیات گسترده‌ای را برای مبارزه با کلاهبرداری و رشوه انجام داده و تاکنون بیش از 80 نفر را بازداشت کرده است. دولت آقای اردوغان گفته است که در جریان این تحقیقات دخالت نمی‌کند، اما گفته که این تحقیقات اغراض سیاسی را دنبال می‌کند. در همین حال عصر روز گذشته نیست در آنکارا و استانبول 5 رئیس پلیس و 6 معاون پلیس از سمت‌های خود برکنار شدند. 5 افسر ارشدی که برکنار شدند شامل رؤسای واحد جرایم مالی و جرایم سازمان یافته هستند که روزنامه حریت گفته که در بازداشت‌های اخیر دست داشتند. روزنامه حریت نوشته است رؤسای ادارات قاچاق، ضد تروریسم و امنیت عمومی نیز برکنار شدند. خبرگزاری رویترز میگوید هیچ توضیحی درباره این برکناری‌ها داده نشده و پلیس نیز در این مورد سکوت کرده است. در همین راستا و در میان دستگیر شدگان متهمان فساد مالی در ترکیه، یک جوان ایرانی الاصل به نام رضا زراب نیز که در نقل و انتقال میلیاردها دلار پول به ایران دست داشته است نیز حضور دارد. به نوشته مطبوعات ترکیه این بازرگان جوان ایرانی الاصل در نقل و انتقال میلیاردها دلار پول به ایران دست داشته است. قاچاق چندین تن طلا از ترکیه به امارات و ایران هم از جمله فعالیت‌های او در چند سال گذشته بوده است. رضا زراب در پرونده فعلی به اتهام فساد مالی، پرداخت رشوه و پولشویی بازداشت شده است. به ادعای رسانه‌های ترکیه رضا زراب احتمالاً یکی از کانال‌هایی بوده که مقام‌های ایران برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی از او استفاده می‌کردند. رضا زراب متولد سال 1362 در تبریز می باشد که در دوران جنگ به همراه خانواده به ترکیه رفته است.
به گزارش روزنامه زمان چاپ ترکیه، زراب به اتهام معاملات مالی غیرقانونی به ارزش تقریبی 87 میلیارد یورو با هدف دور زدن تحریم‌های ایران و دست داشتن در ارتشا برای گرفتن تابعیت غیرقانونی برای شهروندان خارجی از طریق روابط مخفی با تعدادی از فرزندان وزرای ترکیه روبروست. بازداشت‌های اخیر در ترکیه بسیاری را در این کشور شگفت‌زده کرده است. گروهی از تحلیلگران این بازداشت‌ها را اقدامی علیه رجب طیب اردوغان دانستند. آقای اردوغان در واکنش به بازداشت‌های اخیر گفته است که در مقابل هیچ تهدید و یا ائتلاف کثیفی که هدفش ایجاد شکاف در صفوف حزب حاکم است سرفرود نخواهد آورد. معاون نخست وزیر ترکیه هم در این خصوص گفته است که دولت به تصمیم‌های دادگستری احترام خواهد گذاشت. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه را می توانید در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید و از همین طریق و همچنین ایمیل برنامه که برای صفحه تلویزیون ظاهر شده می توانید نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. تا برنامه دیگر، بدرود.